مارشال دوستوم چهره سیاسی سرشناس ازبک در افغانستان طی اظهاراتی رهبران سیاسی این کشور را به جنگ علیه سنی های تندروی طالبان دعوت کرد. گفتنی است ازبک های افغانستان در مناطق شمالی این کشور قدرت دارند و از سالها پیش ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با کشور ترکیه دارند. یورو نیوز گزارش داد قزاقستان که خود 18 فرقه مذهبی گوناگون دارد چند سالی است باب گفتگوی بین ادیان را گشوده است. ماه سپتامبر امسال نیز آستانه پایتخت این کشور میزبان هفتمین کنگره رهبران جهان و سران مذاهب سنتی بود. نمایندگان و روحانیون ادیان و مذاهب بیش از 50 کشور در این همایش خواستار صلح و همبستگی جهانی شدند. نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندویسم و بسیاری از دیگر مذاهب در این همایش حضور داشتند. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان میگوید که در تعامل با طالبان شناسایی مذهب جعفری خط سرخ ماست. وی روز سه‌شنبه 29 شهریور در صفحه فیسبوک خود نوشت برخی از خائنین گفتند که در تعامل با طالبان عدم رسمیت مذهب شیعه مانع نیست. روشن نیست که چنین اظهاراتی را چه کسی مطرح کرده است. مؤسسه شهدای نجف اشرف از کشف گور دست جمعی 20 شهید مربوط به انتفاضه شعبانی خبر داد که در سال 1991 میلادی به دست رژیم بعث زنده دفن شدند. حیدر خزیر الخطار مسئول بخش گورهای دست جمعی در مؤسسه شهدای نجف اشرف گفت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اجساد مربوط به سال 1991 میلادی یعنی انتفاضه شعبانی علیه رژیم گذشته است. بیشتر اجساد متعلق به جوانان و افراد کم سن و سال است و هیچ مدارکی که همراهشان باشد کشف نشده است. سازمان همکاری اسلامی بر انتصاب نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای مبارزه با اسلام حراسی تاکید کرد. بلاول زرداری بوتو وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با هدف تعیین یک نماینده ویژه یا حداقل یک شخصیت محوری درباره اسلام حراسی که در سراسر جهان به ویژه در اروپا به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده تماس گرفته است. منابع آگاه در بلخ گفتند که سنی های تندروی طالبان روز 28 شهریور واژه دانشگاه را از سردر ساختمان جدید دانشگاه بلخ برداشتند و به جای آن واژه پوهنتون را نوشتند. حدود دو هفته پیش نیز دستور حذف زبان فارسی از تابلوی سردر یکی از بیمارستان های هرات توسط طالبان صادر شده بود.